و مهمان بزرگوار ما همچنان دکتر صاحب زرغونه مهدی، متخصص نسای ولادی و مسئول شفاخانه مهدی در استودیو حضور دارن که روی یک موضوع بسیار مهم قرار باشن صحبت بکنن. دکتر صاحب سلام، وقت بخیر، خیلی ممنون که تشریف آوردید. تشکر بسیار زیاد. من هم به نوبه خود عرض سلام ادب حضور شما و همکار جدید ما و همچنان دوستایی که در برنامه سعی میسن و خانواده هایی که بیننده برنامه خود هستن، صد سلامتی هم شما را آرزو دادم و همکار جدید تا خوش آمدید میگم. تشکر دکتر صاحب. و شما آشنا شدین با دکتر صاحب دیگه، معرفی میشون بخیر. خوش آمدین دکتر صاحب. تشکر میکنم. بله دوستان، موضوع برنامه ما در ارتباط با روش های مراقبت از خانم ها بعد از سقط و همچنان مسائل بارداری بعد از سقط هست. دو پل ارتباطی ما که از امین اکنون همکارای ما فعال میکنند، 020-250-34-44 و همچنان 020-250-38-88. همکار رو فکر نکنم بلد شده باشین شماره رو، یا یاد دارین؟ نه انوز هم یاداشت کردیم. یاداشت کردیم بله. چند شماره حفظ دارین تا انوز؟ اتخاذیاته ماشاءالله. ایرم بس حفظ بکنم انشاءالله، دل ما جمع باشه. بله. خب دکتر صاحب، دکتر صاحب، احتمال سقط جنین در کدام ماها می باشد؟ در کدام ماهای بارداری زیادتر می باشد؟ بسیار خوب. البته ما هفته قبلی یک جلسه راجع به دلایلش و عواملش از نشانه‌هایش داشتیم و حال باید بگوییم که واقعا در کدام ماهای بارداری سقط صورت میگیره که یعنی خانما در ماه ها زیادتر متوجه باشند. تعریفی که داشتیم گفتیم که به انجام نرسیدن حمل یا خارج شدن جنین از وجود مادر قبل از وقت است که قابلیت حیاتیت نمی داشته باشه و زیادتر قبل از ماه پنج، چون وقتی طفل از وجود مادر خارج میشه و سقط میشه قابلیت حیاتیت در محیط بیرون نمی داشته باشن. همه زیادترین واقعاتی که دیده شدن نظر به احصایی که شده، نظر به تجربه کلینیکی یا خانوادگی که دیده شده، زیادتر طفل قبل از ماه سوم سقط میشه. اول دلیل از این میسته که طفل در این دوره چون اسکلت استخوان بندی از این تکمیل نمیشه، وجود از این تکمیل نمیشه، مقاومتش بسیار پایان میباشه، نظر به عوامل و فاکتورهایی که قبلا گفتیم برای از این توصیل میکنه و این سقط میشه. زیادترین سقط را که در این ماه صورت گرفتن نظر به تجارب زیادتر ناهنجاری های کروموزومی یا جنتیکی می باشن. کمی اسپانیا اومه که از پدر و مادر از به صورت ناقص می باشه کروموزوم و هی وقتی که حلقا میشه و بعد از اون در بطن میخواد که رشد کنه، رشد از این نامناسب می باشن. دیگه همین طفل نظر به همین جنین، نظر به این مشکلاتی که داره، این خود در دیواره ها یا جدارای رحم محکم گرفته نمیتونه و از این سبب تشکل درست نمیکنه. زیادتر از این سبب دم بیشتر از ماه سوم سقط میشه. درست. و دیگه بعض حالت های دیگه که سبب شده که قبل از دمی ماه سوم سقط شده سن مادر هم میبشه. مثلا یک مادر است که در سن 24 و 25 بسیار منظم طفل داره، تا نظر به اینکه بعضن سوالایی که میکنن که من سه طفل دارم یا دو طفل دارم، بعد از او این چهار پنج طفلم یا سه طفلم پای هم سقط شده، او زیادتر سن مادر میباشه. که اگر سن مادر از 35 بالا باشه، نظر به ضعیف شدن وجود و نظر به بعض امراضی که در خانم پیدا میشه، مثلا دیابت است یا تایروید است یا کمبود هورمون یا زیاد شدن هورمون میشه، سبب میشه که طفل یعنی امکان داره که خانم دو یا سه طفل سالم بیاید بعد از سنش بالا بره، طفلش پیش از سن 12 هفتگی یا 3 ماهگی سقط شد. درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا یک چالش داریم، شما شماره رو حفظ کردین دکتر صاحب؟ شماره برنامه رو 020. خب سی دارش پول دار پول نه جایزه دار دار کسی بگه خوب فکر بگیر ام جایزه نخت مال اشتاده اشتاده. خب خیر باز پس آن بگیر شماره رو الان بگیر باید. خب بسیار خوب، اونجا جایزه که باشه باز بگیره. خب خب خانم عباسی کمک کنین به دکتر صاحب. شماره تماس شماره برنامه ما می باشه 020-250-38-88. زنگ هم آمد. بان یک بار دیگه باز تکرار کنیم، 020-250-38-88 و 020-250
34 دکتر صاحب 8 سال میش تقریبا با من بله بله ماشاءالله چون تمرکز نکردین روی این ماشاءالله وقت رسید چون مگنه شما مسائل سهیر بسار تماس داریم متاسفانه تماشان قد شد دوستایی که تماس میگیرند در اگه موقعی خوبتر باشند تا صدایشان ما داشته باشیم و همچنان پرسش و پاسخی که با دکتر صاحب دارن فیصدی دکتر صاحب نزده اشخاص چگونه هست؟ آیا مردا هم نقش داره در این مسائل؟ نقشون مساوی هست؟ نه هست بخونم ها چرا؟ بله البته زیادتر فاکتورهایی که سبب سقط جنین میشه زیادتر مربوط خانم ها میباشه دلست. اما یک فیصدی پدر هم همسن سالش و هم موجودیت کروموزوم یا اسپرمش هم رول داره. مثلا یک پدر است که سنش بسیار بلند می باشه یقینا وجود از او از نظر کروموزومی و از نظر اسپرم ضعیف می باشه. همین ضعیف بودن از به صورت کلقاشه امکانه سخت و مزوریت و معیوبیت طفلا هم شده میتونه. و دیگه بعضا گفتن که های و فیصدی که دکتر صاحب باید شما خانم عباسی یک تماس جواب بدین؟ بله بسیار خوش آمدین صبحتون بخیر صدایشو نداریم بیننده و شنونده ما در یک جای خوبتر اگر شما قرار بگیرین که صدای شما رو درست داشته باشیم 0-2-250-34-44 و 0-2-250-38-88 دوستایی که از طریق رادیو شنونده هستن اما بیننده های تلویزیون در زیر صفحه شما اونجا در اسکرین نوشته شده است ادامه صحبت شما دکتر صاحب البته فکر کنم که پرسشتان ای بودن باشه که آیا جنین یا طفل که سقط میشه فیصدی پسر و دختر مساوی است بله. یا نه درست. نظر به تحقیقاتی که شده فیصدی سخت طفلای پسر زیاد است خب ما شما میفهمیم البته در جلسات قبلی هم گفتیم که خانم ها به صورت عموم دو کروموزوم جنسی که ایکس هست داره و آقایان یک ایکس یک وای داره درست. پس از این معلوم میشه که وای 25% از کروموزومش اگر فیصدی حساب کنیم در ایکس 75% اگر کروموزوم هکس با هکس کروموزوم هکس مرد با کروموزوم هکس خانم القاشه و طفل جنسیتش دختر میه اگر وای با اکس القاشه و پسر میه چون کروموزوم وای بسیار کم هم است و امکان دارن نظر به مقاومت بسیار مقاومتشون کم باشه درست. و در وجود مادر چون دو هکس است امی وای میتونه واکنش یا یک حساسیت نشان بده از این سبب امکان سقط پسر نظر به می دلیل زیادتر شده و البته کسایی که سقطای مکرر دارن و مادرایی که سقطای مکرر دارن و انتظار طفل پسر هستن که در طفل پسر به دنیا میرن اینا باید مواظب باشن و از طرف دیگه نظر به تجربات کلینیکی وقتی که تعدید سقط صورت میگیره مثل که ما در جلسات بیشتر گفتیم تعدید سقط او حالت است که خانم کم لکبینی و یا درد پیدا میکنه و احتمالش میره که طفل سقط شوه در این وقت است که مراجعه میکنه به سنترسی تا تداوی شه و روش هایی که دکتر صاحب گفتین مراقبت ها اینا مدت مشخص دارن چند ماه چند روز چقدر اینمی توصیه هاش مراقبت البته همونطور گفتیم که در غذا چی بخورن نخورن مثلا مگر اشاره بکنین که مراقبت بعد از سقط مهمتر و ضرورتر و باید مراقبت ویژه و جدیتر باشه نسبت به مراقبت طفل مشهور و همونطور که گفتیم که اینا بعض کارهای سنگین و سفرهای طولانی و از نظر روی روانی جور جنجال خواهد باید ایجاد نکنن بعض کسا با سخت طفل از نظر روی روانی بسیار نارام میشن حتی همسر خانواده را در این مقصر میدانن درست. و بعضا همسرها که پدرها باشه هم خانم هم مقصر میدانن که از نظر روی روانی یک فضای نامساعد ایجاد میکنه که امکان داره که در آینده هم سبب شود که امی سیستم معافیتی خانم پایان بره امکان داره تخمه گذاری بعدن زودتر صورت نگیره و سبب شود که اینا تا دیر وقت نابارور بانند درست از این سبب مراقبت جسمی رویی و روانی برای از اینا بسیار ضرورت مددش تا
حداقل تا یک ماه یا 40 روز خو اینا باید مراقبت ویژه از طرف فامیل و دکتر داشته باشن و بعدن هم اگر کدام مشکل بعد از یک ماه یا 40 روز پیدا میشه هم باید یعنی مراجعه داشته باشن و از طرف دیگه باید دلیل سقط یعنی طفل باید معلوم شه که اکثرا بعد از 40 بعض معاینات و بعض آزمایش ها اجرا میشه که مطابق هزو اینا تداوی شه. این فرق میکنه که از 5 ماهگی پیش باشه چی کارها صورت بگیره بعد از او ایشم تفاوت داره دکتر صاحب با این روش؟ اکثرا همین طفلایی که در ماهای کمتر از 3 ماه باشه مراقبت دیدیتر نیاز داره، چرا که زیادتر همین بقایای حمل در وجود مادر باقی میمانه نسبت به طفل 4 ماه و 5 ماه وقات جدیده شده که اکثرا همین طفلایی که در سن کم سقط میشه مراقبت درست نمیشه، مقدام عموم بقایای عمو حمل که باقی میمونه سبب عفونت ها و سبب بندش نفیرا و گپا شده. روح و روانم با باردار شدن تاثیرات خود داره دیگه؟ بله بله، از نظر روحی و روانی به خصوص این خانم که طفل خود از دست داده از نظر روحی و روانی فوق العاده نارو میشه و هر کس که در مقابلش می اگر دکترش باشه اگر همسرش باشه اگر اعضای فامیل فکر میکنه که ما طفل ما از سبب عینی مسائل از دست دادیم که بسیار از نظر روحی زیر فشار می باشه. خب دکتر صاحب حاملگی مجدد بعد از سقط جنین چه مدت زمان را باید باشه؟ البته همطور که گفتم که اینا که طفل خزیز دادن بسیارش میخواین زودتر مادر شوند و در صورت که اینا مراقبت درست شوند و کدوم مشکل نداشته باشه از نظر حفظ صحه و بعض مسائل اینا به خودشون توجه شوند امکان داره بعد از 3 هفته یعنی پیش از یک ماه یا در حدود یک ماه بعد از سقط ای دوباره وجود از این آماده به بارگیری شود یعنی تخمای از این فعال میشه. اما نظر این کسایی که در تحقیق کردن کسایی که سقط میکنن اقلا 6 ماه باید انتظار بکشن. 6 ماه انتظار بخاطر چیز امو زایات وجود امو خون زیاد کردن وجودشان مقدار زیاد کم خون میشه همطور که گفتم نسبت به طفل پخته یا مچور خونریزی زمان سخت زیاد می باشه و یا اینکه از نظر رحم و یا تخمدان یایشون بسیار ضعیف می باشه قدرت باروری رو می داشته باشن اما احتمال سختش میره. از این سبب اگر اینا صبور باشن و منتظر باشن منتظر هدایت دکتر خود باشن تا 6 ماه بهتر است. درست. اگر تا 6 ماه نظر به بعض مسائل است که مثلا خانمای مراجعه میکنن میگن شوهر مسافر میشه یا خود ما یک کار داریم یا یک مسئله اقلا 3 ماه خانم بسیار خوب دکتر صاحب در خیلی از مناطق و خانواده ها دسترسی به امکانات ندارن یا دکتر نیست اگر مراقبت نشوه ای توصیه های شما رعایت نشوند چه خطرهای متوجه مادر میشه یا کوتاهی شده؟ بله مثلا اگر خانم حفظ صحه خود مراعات نکنه این خانم زود عفونتی میشه. عفونت بله امی عفونت چی میشه؟ مثلا سریخ وجن میره دستگاه تناسلی در اونجا البته وجود خانم ها و خصوصا دستگاه تناسلی یک فضای بسیار مناسب بر تکثر امی جرما یا میکروبا است. اونجا که زودتر امی که مقدار کم میکروب یا جراثیم که اونجا بره این تکثر میکنه. تکثر که چون اونا یک زنده جان هستن که از امو ساحت تغذیه میکنن سبب درست. تخریب اونجا میشه. تخریب شده زخما در اونجا پیدا میشه. این زخما امکان داره یک شروع یک تومور یا سرطان هم شده میتونه سبب نوباروری هم شده میتونه سبب ضعیف شدن بیش از حد مادر هم شده میتونه. بسیار خطرها داره. پس در این صورت خانم عباسی دکتر صاحب توصیه های خوبی کردن خوبه که خانواده ها متوجه باشن و این مسئله رو جدی بگیرن. خب برخی فرهنگ ها و عادت هایی که در جامعه است خیلی خانواده شاید به خاطر ننگ و عار مراجعه نمی کنند یا از هم کسایی که در خانه هستند کمک نمی خواهند دکتر صاحب؟ بعضی ها جدی نمی گیرند. بعضی ها جدی نمی گیرند میگن که طفل پخته خانه بود مراقبت شدیم یا دوری شیدی ما باشه یا از طفل مراقبت شدیم یا مادر در حالی که در زمان سخت باید این مراقبت ویژه تر کار دانند.
در اخیر میشه توصیه های خاص داشته باشین دکتر صاحب به خانم ها؟ البته ما خواهرای ما رو دیدیم که وقتی طفلشان سخت شده بسیار از نظر روحی و روانی نارام شدن که باید نارام نباشن و باید مراجعه داشته باشن که علت سختشان معلوم شد مطابق از او تداوی شن و منتظر توصیه دکتر باشن که برای برداری مجدد یک آمادگی خوبی داشته باشن.